بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. این محفل عظیم با پیام شهید گرم و روشن شد. شهادت گرچه تأثربار است ولی یأس آور نیست. ما با شهادت این مجاهد کم نظیر و دیگر شهدا گرچه متأثری ولی یأس نه، چون شهید یک مقامی دارد و یک پیامی. آهنگ شهید را قرآن تشریح می‌کند. این ماه که ماه پربرکت رمضان است، وقتی خدا این ماه را معرفی می کند می گوید ماهی است که در او قرآن نازل شده. اون متضمن به این زمان فخر دارد، پس ماه قرآن است. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، یک ماه در قرآن کریم به خصوص نام برده شد، اون ماه رمضان است و این ظرف را خدا به حرمت اون مظروف ستایش کرد. این قرآن چه مظروف این ظرف است و به این ظرف بهاداد فرمود در باره شهید نه تنها مواظب زبانتون باشید نگویید مرد، مواظب خاطراتتون هم باشید نپندارید مرد. نه تنها لا تبولو بلکه لا تحسبنده، نه بگویی نه بپنداری. چرا؟ چون شهید عند الله است. این یک است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، این حیات بعد از مرگ همگانی است. اون وظایا و ویژگی های شهادت از این بخش شروع می شود. همه بعد از مرگ زنده، کسی بعد از مرگ نمی میرد و اصولا مرگ نیست. انسان مرگ را می میراند، نه مرگ انسان را محو کند، چون انسان ذائق مرگ است، مرگ را می چشد، مرگ انسان را نمی چشد. ما مرگ را میمیرانیم و پشت سر میگذاریم، نه مرگ ما را بمیراند. کل نفس ذائقة الموت، هر کسی این شربت مرگ را میچشد و هضمش میکند و مرگ را هضم میکند، منتها اگر رفتارش نیک بود این عصاره گواراست و لا تلخ است. ویژگی شهید در حیات اونیست چون همه زنده. بل احیاءن، کجا؟ عند الله. اصل دیگر قرآن این است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقیم.
اگر موجودی اندالله شد جاودانی است، از اون حیات ابدی برخوردار است. احیاء اندالله، و چون ما اندالله باقین، پیام او هم باقی است، آهنگش هم باقی است. در این کریمه برای شهید مقامی قائل شد که اندالله است و آهنگی و پیامی، چون زنده اونم زنده جاوید، بی سخن نیست، بی پیام نیست. فرمود شهید که زنده است پیامی دارد، و اون پیام این است: و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. به همرزمانش پیام میدهد یک، و همسنگران اون پیام را میشنوند دو. به بیگانه کار ندارد. اونها که در راهند به اون نرسیدند، به اونها پیام میدهد، با بیگانه کاری ندارد. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، هنوز به اونها نرسیدند. این شأنیت لحوق به وصول هست. بنابراین پیام شهید را هر کسی نمی شنود، اون عرش را ندارد که آهنگ شهید به گوش او برسد، و شهید والاتر از آن است که با هر بیگانه هم سخن بگوید، چون از اندالله پیام می آید. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، خب چه بشارت می دهد؟ چه پیام می دهد؟ پیامش آن است گذشته و آینده را در نور. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه از گذشته اندوه بپذیر، نه در باره آینده هراس. تو در راه شهادتی. اون کس که به فکر از دست دادن گذشته یا گذشتگان غمگین است که راه شهید رو طی نمی‌کند. اون کس که برای تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی حراسناک است که راه شهادت را طی نمی‌کند. آهنگ شهید نفی حزن گذشته و خوف آینده است. یک همچی شرطی شرط شهادت است. کسی که با از دست دادن یک انسان غمگین بشود، راه اون رفته را طی نمی‌کند. و کسی که در تداوم اون را هراسناک باشد، همراه اونی. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. شرط شهادت آن است که انسان روی نبش ماضی به مستقبل پا بگذارد، و الا شهید نیست. گذشته و آینده را زیر پا بگذارد، اونچنان که هیچ سانحه سنگینی در گذشته یا رویداد اندوهباری از آینده در او اثر نگذارد، و الا اون همراه و همرزم شهید نیست. الله خوف علیه ولا هم یحزن. این قرآن کریم وقتی روشن شد که باید راه شهید را که شنیدن آهنگ شهادت اوست ادامه بدیم، تشریح می‌کنه. یک بخشش در اعلامیه دادگستری که منظور بزرگ داشت این شهادت آمده است که یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم، فرمود میخواهند نور خدا را خاموش کنند، میسورشون نیست. اما خدا نار اونها را خاموش میکند. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. اطفا به دست خداست، ده به دست اینها. اینها اون توان را ندارند که نور الله را خاموش کنند، چون اون نور السماوات و الارض است. ولی الله نار اینها را، شعله های فتنه و آشوبگری اینها را خاموش میکنند.
كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. دیدیم چه اون نار سیاسی، چه اون نار نظامی، چه نار داخلی، چه نار خارجی، همه را الله خاموش کرد. اینها بخواهن یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، توانش رو ندارن. ولی هر ناری را مشتعل بکنن الله خاموش میکنه. این پیام شهید است. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله و من اصدق من الله قیلا. الان باید چه کرد؟ باید چه کرد؟ با این اندوه و عشق و تأثر اکتفا و بسنده کرد؟ نه، این راه شهید نیست. همین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که این دوست گرانقدر ما، این یار دیرین ما، همون راه را طی میکند، فرمود ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. فرمود وقتی رسول اکرم رحلت کرد، من علی مظلومانه به سر برده تا امروز. لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. در رژیم گذشته مردم از هیئت حاکم ستم می دیدند، ولی من از دست عدی رنج می برم و مظلومانه به سر می برم. ما زلت مظلومن منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همین حضرت فرمود در میدان نبرد جنگ با خواب سازگار نیست، آدم جنگنده که نمی خوابد. فرمود خواب را در چشمانتون مزمزه کنید، نگذارید در شبکه چشمتون خواب فرو برود. نخواب. ان اخر حرب العرق من نام لم ینم عنه. فرمود مرد نبرد که نمی خوابد، لازمه جنگ بیداری است. تو اگر بخوابی رقیب نمی خوابد. اگر خواستی بخوابی همونطوری که در هنگام وضوع روزدار آب رو مزمزه می کنی، خواب رو هم در چشمانت مزمزه کن، فرو نبر. خواب یک رزمنده در سنگر طرحی است و خواب ما در پشت جبهه طرح دیگر. غفلت خواب است. ندانیم چه دستی در کار است، خواب است. تغییر خط اصیل اسلامی اگر شناخته نشود خواب است. اینا خوابه. فرمود اگر در جنگی نخواب، او بیدار است. ان اخل حار، یک رزمنده بیدار است. من نام لم ینم عنه، شما خوابید، اونها کی بیدارن. لا تزوغ النوم الا قرارا او مزمزه. اگر خواستی بخوابی همانند مزمزه، خواب را جذب بکن، نه بیش از آن. اگر احیانا از جریان روز غافلی، غفلت در حد مزمزه. اگر نمیدانی بیگانه چقدر تلاش کرد تا خط اصیل اسلامی را با نفاق درآویزد، در حد مزمزه. اگر گفتی به من چی خوابیدی، من نامه لم یارم ام. اگر ندانستی جناح چپورا چه می کند، خوابیدی، من نامه لم یارم ام. روزی بنی صدر در یک جلسه ای که به منظور شرکت کردن در اون جلسه و سخنرانی در انتخاب ریاست جمهوری شرکت داشت، به او گفتم بنی صدر
این سخن را از رسول اکرم بشنو که فرمود نعمت المرزعه و بعثت الفاطمه. رسول اکرم فرمود مرزعه بسیار چیز خوبی است و فاطمه بسیار بد است. میدان یعنی چه؟ فرمود کودک اولین لحظه ای که دهن باز می کند پستان مادر به کام می کشد، اون لحظه رضا برای او خیلی گواراست. در اون لحظه مادرش را می گویند مرزعه. دوران شیرخارگی این کودک که فرا رسید، دوران فتامش پیش آمد، اون لحظه‌ای که مادر شیر را از کامش می‌گیرد و او را از شیر باز می‌دارد، اون لحظه را می‌گویند فتام. مادر را در اون لحظه می‌گویند فاطمه. اون تلخ‌ترین دوران کودک است. بنی صدر، ریاست جمهوری یک رضایی دارد، یک فتامی، مواظب باش قبل از انتخابش. گفتم اگر در این مسیر آمدی بکوش، این رضا یه فتامی هم دارد، او بسیار تلخ است. اگر کودکی باید تلخی فتام را تحمل کنی، اگر کودک نیستی مرد بزرگی که شیری نمیخوای. اون کس که اهل زمین است و به زمین دل بسته است، قرآن اونها را کودک میدانه. اگر کسی نداند چه طیفی در کار است، خوابیده است و حضرت فرمود انسان جنگنده نمیخوابد. فرمود هرگز به خود غفلت راه ندهی و الا این خونها را هدر میدی. و اگر بیدار شدی، بیداری همان و پیروزی همان. من اهد سنان القذب لله قوی علا قتل شداء الباطل. فرمود اگر نیزه قذب را برای خدا تیز کردی، یقینا پیروزی، چون هیچ کس برای خدا قیام نکرد الا اینکه مسلم پیروز شد. پس نه در کار نیست، یأس در کار نیست، ناامیدی در کار نیست. از این طرف هر شعله‌ای باشد الله خاموش میکند. منتها به ما گفتن شما هم دستی به جنبا، بس بقیه را او خاموش میکند. نفرمود اگر بیگان ناری را مشتعل کرد مردم خاموش میکند. فرمود اگر بیگان ناری را مشتعل کرد الله خاموش میکند. و این دست توانای الله است که از آسینی رزمنده های ایران برآمد. این پیروزی مسلم و یقینی است، چون پیام شهید این است. اما این وظیفه هم مسلم و یقینی است که نخوابیم. مسئولیت امت یک طرف، پیام این بزرگ شهید که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب ملتی بود برای ملت یک طرف، کان ابراهیم قمتا قانتا، گاهی به تعبیر نمکین قرآن کریم یک نفر و اندازه یک ملت است. بهشی از این گروه رفرا بود، او جامعه بود. بسیار دشوار است کسی در علوم اسلامی در بسیاری از ابعادش صاحب نظر باشد. اون مدیریتش رو که دیدی، صاحب نظری در بسیار از علوم بسیار کم است. بهشی از این نمونه ها بود. رحمه الله علیه، یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا. اگر یک ملتی بود برای ملت، و اگر ملت اگر قیام کند پیروزی او مسلم و یقینی است و آهنگ این شهیدم همین است، وظیفه عموم مردم یک طرف و جامعه قضات طرف دوم.
اون توقعی که از جامعه قضات هست این است که اگر بیگانه به حریم قوانین الهی حمله کرد باید پاسداری کنی، باید حراست کنی، هم در طرح قوانین هم در اجرای صحیح قوانین الهی باید مرزدار این قوانین الهی باشه. امیدواریم که خدای متعال اون چه خیر و صلاح است به این امت رزمنده اعطا کند، ارواح شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی مخصوصا شهدای اخیر بالاخص این شهید مظلوم آیت الله سید محمد حسینی بهشتی را با ارواح شهدای کربلا محشور بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.